کشوری خردی اگری، کشوری به بایگری های زیر زمینی، کشوری که مردمش را گستربایتر می نماند، کشوری بعد از جنگ شهروندی، کشوری قشاق، یکی از قشاق‌ترین ها در جهان. سخن در باره دره جنوبی می رود. بیاید یک کمی از تاریخ دره شروع کنیم. در اول عصر 20 کره یک کشور اگراری بود و زیاده از 76% مجموع محصولات داخلی WP در کشور از حساب کشاورزی، ماهیگیر و چوب تخته عبارت بود. از سال 1910 تا سال 1945 کره مستملکه ژاپن بود و در این دوره مردم کره از عذیت خیلی وزنین میگذارند و تا به امروز او را فراموش نکردند. چطور مردمی کره را همچون غلامان در کانها و ساختمان و دیگر استفاده میبودند. نهایت بعد از جنگ دوم جهان با شکست خوردن ژاپن، کره مستقلیت خود را به دست آورد و همزمان به دو قسمت کره شمالی و جنوبی تقسیم گشت. متاسفانه دیر نگذشته بین کره شمالی و جنوبی جنگ شهروندی آغاز می شود که در آن زیاده از 3 میلیون نفر حیات خود را از دست می دهند. کره خرابزار می شود، تمام اینفراساختار، شهر و دهات به خاک یکسان می شود. مردم گرسنه‌اند، قشاقی است، زیاده از 40% در کمبغلی مطلق قرار دارند، نانی خوردنی ندارند. تنها با کمک بشردوستانه دیگر مملکت ها خود را از ورطه هلاکت نجات داده ایستادند. همان دوره همه اون چیزی که در کره جنوبی استحصال می شود، مجموع محصولات داخلی WP همگی ندوش و نسلین سر یک نفر 84 دلار را در یک سال تشکیل می کرد که یکی از پسترین ها در تمام جهان بود. و آینده این کشور یک بوی امید نبود. 90% بودجه این کشور از مبلغ دانرهای عبارت بود. یکان چیز برای صادر کردن نبود. کارشناسان آن دوره می گفتند که حتی بعد از 100 سال این کشور به پای خود نمی خیزد. کشور آینده ندارد. دیگران می گفتند که مردم این کشور در عصرهای میانه زندگانی دارند، چطور در پرتابگاه زدبرگ بیروید. چون این یک وضعیت خیلی وزنین مردم کره را در آن دوره زندگانی اشان چون بود. اما دوستان، ناوابسته به تمام همین مشکلی ها مردم کره همانا محنت میکردند. اراده آنها، روحیه آنها از این مشکلی ها نشکست، برعکس او تقویت یافت. با دستگیری صاحبکاری در کشور آنها اول از ساحه های خودترک آسانترک و مانند بافندگی، متا، تکستیل کار را شروع کرده بودند. آرزوی آینده نیک میکردند، محنت میکردند. ده ها هزار به کشورهای خارجه، اول به آلمان و بعدتر میلیون ها به دولت های عرب برای مهاجرت اجباری محنتی سفر میکردند و کار کرده به خانه مبلغ روان میکردند. گفته نماند کلمه گستربایتر خود کلمه آلمانی بوده، کارگری مهمان را معنا دارد که معنا و مفهوم آن را که ما امروز در زیر کلمه میفهمیم همان دوره گذاشته شده بود، در همان وقت نسبت به کره‌گاه و دیگرانی که در آلمان بودند. و دوستان، ناوابسته به تمام آن دشواری ها کره‌گی ها اصرار میکردن که فرزندانشان صاحب و علم و معرفت شوند، صاحب ملکه های کسبیشان. بهانه نمیکردن که مکتب نداریم، کرسی نداریم، میز نداریم، اینترنت نداریم. در بالای سنگ، در تپه ها
میخواندم. و حکومت کره ارزو میکند و هدف میگذارد که کره را کشوری صناعتی کند و یک نقشه پنج ساله صناعتی کنانی کشور را تهیه میکنم و برای عملی کردن آن مبلغ جستجو میکنم. اما کسی باور نمیکند کره گوجا یک کشوری قشاق میخواهد با امریکا با ژاپن در ساحه صناعت رقابت کند. غیر امکان است. راهبریت این کشور نفهمیشی از اقتصاد نفهمیشی از سیاست دارد. میگوید یکی از سفیران امریکا در آن دوره با در حسابات خود و دونری بزرگترین کره جنوبی که آن دوره امریکا بود این نقشه را دستگیری نمیکند، مبلغ نمیدهد. با دشواری های زیاد نهایت در نتیجه این مبلغ را کره جنوبی از همان آلمان دریافت میکند. و چطور میدانه؟ در اساس آن که همان مهاجران مهنتی که در آنجا کار میکردن یک مجلس میشود در همان جد میگن که ما معاش های خودمون را که در همین کشور کار میکنیم و به خانه روان میکنیم گرو میدهیم و آلمان گرو میدهیم تا آلمان به کشور ما قرض دهد و تنها با همین راه آنها مبلغ پیدا میکنند که آرزوی خود را شروع کنند و یکمین نقشه صناعت کنانی کره جنوبی آغاز مییابد. و باز مهمتر از این دوستان، حکومت کره صاحب کاری را خیلی دستگیری میکنند. میگوید شما کارخانه ها سازید، فابریکا ها سازید، مال ها استحصال کنید، با جهان براید، با دیگر کشورها رقابت کنید. در نتیجه این جای های کاری پیدا می شود، صفت زندگی مردم بهتر می شود، نیکو احالی بلندتر می شود. و باز هم مردم کره شب و روز مهنت می کردن، شنبه یک شنبه نگفته مهنت می کردن. رسم از یکی از کارخانه هایی که همون دوره اوج گرفت، سامسونگ، رسم از همون دوره هست. کارخانه های گوناگون شده میشن در ساحه صنعت خرد و صنعت کلان، ماشین براری و الکترونیکا، حتی ساختن کشتی ها و دیگر. و در آن دوره یک چند کارخانه نو تاسیس داده میشد و یک چند کارخانه هایی که علاقه بودند باز خیلی رونق مییابند. و همان دوره بعضی از کارخانه های کرهگی میگویند که امروز تکنولوژی پیشرفته ترین این الکترونیکا است، ما باید در همین ساحه رقابت کنیم. هدف میگذارند که همین ساحه مرکب را از خود کرده در آن در جهان رقابت پذیر بشوند. اما باز هم کسی باور نمیکند برای این ساحه را روش دادن مبلغ زیاد لازم، کسی به این کارخانه قرض نمیدهد. بار دیگر حکومت کره مداخله کرده، خود رفته از مملکت های دیگر قرض میگیرد، میآید و به صاحب کاران وطنی قرض میگیرد. مملکت کره، مردم کره، صاحب کاران کره به خود باور کردند. راه به مشکلی نبود. نوابسته به تمام این تشبس ها از سال 1960 تا سال 1980 در نتیجه مشکل های گوناگون اقتصادی و سیاسی و مالیوی قرب اسعار کره یعنی وان نسبت به دلار 12 مراتبه پست می شود. و حالا هم هنوز امتحان مشکل ترینشان در پیش از سال 1997 وقتی که یک بحران اقتصادی، بحرانی حتی یک بحرانی که در نتیجه وهم پانیکا پیدا می شود و به تمام کشورهای هنوز جوانی آسیا فهم می شود و یکی از آنها کره است. اینوستران مبلغ های خود را از کشور برآوردن را شروع می کنند، همان قرضایی که داده بودند تمدید نمی کنند و همگی در دو ماه قربی از آریوان دو مراتبه نسبت به دلار پست می شود. بار دیگر حکومت یک مبلغ کلانی از فوند بین الملل اسعار گرفته و وضعیت را حرکت می کند، معتدل کند. اما مهمتر از این یک حالت عجیب می شود. مردمی کره باز جمع می شود در زیر شعار مهر به وطن، اقدامی را شروع می کنند که در بین خود از همان زر و زیورها تیلواری جمع آورده به دولت سپارند. 3.5 میلیون
شهروندی کره جنوبی اشتراک میکند 225 تن طلا جمع میشود که با مبلغ همان دوره با نرخ پست طلا در آن دوره زیاده از 2 میلیارد دلار است جمع کرده و دولت خود میسپارد. وضعیت با مرور وقت معتدل میشود. باوری و کره جنوبی و صاحب کاران آن بر میگردد. از این ضربه صاحب کاران مردم بار دیگر میخیزند، باز مستحکمتر میشوند و امروز ما این کارخانه ها را با چنین نام ها، با چنین لگتیپ ها میشناسیم و زیاده از 60% مجموع محصولات داخلی کره، زیاده از 60% WP در کره از طرف عیناً همین صاحب کاران، همین شرکت ها تشکیل می شود امروز. سئول پایتخت کره جنوبی در سال 1961 چنین بود. مجموع محصولات داخلی سر یک نفر 84 دلار. سئول امروز چنین است. مجموع محصولات داخلی سر یک نفر 400 مراتب زیاد شده است. کره جنوبی امروز 13 بزرگترین اقتصادیات در جهان است. امروز 5 صادرات کننده بزرگترین در جهان است. امروز ذخیره ها بایگری بین المللی کره جنوبی از آلمان زیادتر، از فرانسه زیادتر، از بریتانیا کبیر زیادتر است. کره جنوبی امروز با کیهان راکت روان میکند، ربات ها میسازد، واکسینا میبرارد و چیپ ها میبرارد. از سال 2014 تا سال 2019 در تمام عالم در مرکب ترین چیزها در اختراع کاری در جای اول بود. آن کره ای که کسی باوری نداشت از اون. پس برای ما و شما حکمت از این قصه در چیز چی در سورا باید آموزید؟ زود گفتم میگذاریم. یکم، مهنت دوستی. به مهنت دوستی نمیشد. مردمی کره همان دوره در یک هفته تقریبا 70 ساعت کار میکردند. حوزی پستر تقریبا 50 ساعت است. اما تا حال یکی از مهنت دوستترین خلقها در تمام جهانند. با چی ساعت در یک هفته دور رفته نمیشد. مهنت کردن در کار. دوم، معارف خیلی مهم است. بهونه نمیکافتند، چیزی نداریم نمیگفتند. امروز ما و شما به همه معلومات، به تمام علم، به تمام تاریخ علم دسترسی داریم. ما نه تنها خودمان را، دیگران را بهتر کرده می توانیم، آموزانده می توانیم. سوم، جسارت. چندین بار به آنها کسی باور نکرد، اما آنها باور کردند. گفتند ما می توانیم. آرزو می کردند و سوی آن آرزوها مهنت می کردند، حرکت می کردند. چهارم، دستگیری. دستگیری حکومت کره جنوبی نقشی کلیدی داشت. چندین مراتب این را دیدیم و امروز ما و شما دوستان خیلی شرایط های عجایب داریم. یک نمونه میارم. 10 سال پیش وقتی که ما برای گرفتن اجازت نامه تشکیلات قرضی خورد به بانک ملی مراجعت کردیم، همگی در 3 ماه اجازت نامه گرفتیم. اون وقت برای ما این چیز عادی نمون. امروز وقتی که در کشورهای جهان حرکت کرده ایستادیم، فعالیتمون را براه گذاریم، براه مونیم، درک میکنیم که 3 ماه خیلی با سرعت بوده است. بعضی نفران در بعضی کشورها سالها اجازتنامه را انتظار میشوند از بانک مرکزی دوستان. و البته صلح و ثبات داریم که به این چیزی را شروع کرده نمیشود. به این حتی یکمین صحیفه صاحبکاری را مانده نمیشود. مبلغ گذاری دوستان. البته مبلغ گذاری، سرمایه گذاری در تاریخ اقتصادی کره جنوبی خیلی مهم بود و امروز بار دیگر ما و شما گرچندی جلب کردن مبلغ و تاجیکستان و ازبکستان از دیگر دولت ها آسان نیست، لیکن نفران داریم مانندی اکای حافیز، اکای رجب بیگ، نسیم علیبای، فردوس شهیدی و چندین دیگران که تمام امکانیت های خود را استفاده کرده برای دسترسی کردن مبلغ های قرضی برای علیف کمک کرده استفاده. و دوستان البته جهانی شوی. کره جنوبی خود یک کشوری که خود اکک از همگی 100,000 کیلومتر کوادراتی از تاجیکستان هم خوبتر. و اگر کره جنوبی در پیش خود هدف نمیگذاشت که در جهان رقابت پذیر شود، در دیگر کشورها برایت نمایندگی ها کشاید و در ساحه های مرکب با دیگران، با دیگر کشورها رقابت کند، محصولات ها را استحصال کرده صادر کند، هیچگاه به امروز نتیجه ها نمیگشت. و آخران از همه مهم،
آن چیزی که تمام اینها را به هم دیگر می‌پیوندد این مهر. مهر. مهر به وطن خود. مهر به مردم خود. مهر به انسانیت. مهر که به تمام دیگر این عامل‌ها قوه می‌بخشد. بیاید اکنون به وطن عزیز خودمان برمیگردیم، به الیف عزیز خودمان برمیگردیم. دوستان، آن مشکلی هایی که ما و شما امروز داریم، ما باید درک کنیم که در این مشکلی ها امکانیت است. آن امتحان هایی که ما و شما امروز داریم باید این سرچشمه الهام ما باشد. دوستان، ما و شما امروز در تاجیکستانیم، در ازبکستانیم، در پاکستانیم، در امارات های عرب و در بریتانیای کبیریم. دوستان، ما و شما امروز آرزو داریم، آرزو داریم که تاجیکستان روز یکی از پیشرفته ترین، یکی از عالی ترین کشورها در جهان میشد. همین منطقه ما یکی از بزرگترین کشورها در جهان میشد. بگذار امروز کسی باور نکند، اما اگر ما و شما دوستان برای این حرکت محنت نکنیم، ما و شما اگر به این باور نکنیم، کی میکند؟ دوستان، راه البته وزنین است، مشکل است، با آن قله برآمدن آسان نیست. اما اگر ما و شما این مسئولیت را به عهده خود نگیریم، یک پیرهه در پس خود نگذاریم و نشان ندهیم که می شود، تاجیکان، تاجیکستانیان و این منطقه می تواند نه تنها خود را بلکه دیگر کشورها را بهتر کرد. ما و شما اگر این را نکنیم، چی میکنیم؟ البته مشکل ها هستند، البته امتحان ها و دشواری ها می شوند. بعضن خسته می شویم، مانده می شویم، رو افتاده می شویم، مثل یک همان آتشی که در بارش یک چند مرتبه گفتیم حس می کنیم، بعضن خاموش شده ایستاده است و گویا یک شراره، یک اسکرا نمی رسد که بار دیگر او را بیدار کند. دوستان، باید درک کنیم، یکم قدم باید درک کنیم که در هر یک مشکلی حکمتی است. حکمت در این مشکل ها در چیست؟ بیایید برای جواب به این سوال دوستان از میراث نیاگان خودمان استفاده بریم. فریدالدین عطار که یکی از استادان مولانا جلال الدین بلخی به حساب میراد، یک اثری عجیب دارد، منطق الطیر. در او یک قصه است. یک وقت پرنده های زیاد یک جا جمع می آیند. آنها می خواهند، یک قسمی از آنها می خواهد که زیباترین، عالیترین، بزرگترین پرنده را، سیمرغ را، بروسی پتیتسا فنیکس رفته ببینند. راه خیلی وزنین است، مشکل است، امتحان ها هستند، اما آنها جرأت میکنند. یک قسمی می گوید حضور ما خوشنه خودتون سفر کردن گیرید، امکان پذیر نیست این کار. یک قسم دیگر به خود باور کرده به راه می برند و واقعا راه مشکل است. از کوسار و از وادی های زیاد می گذرند. هفت وادی هست در عطار، هر یکی اون نام دارد. وادی طلب، وادی عشق، وادی فقر و فنا. لیک اگر مختصر گوییم، در هر یک وادی امتحان های است که با آنها می آموزاند که کمبودی ها را چطور پس سر کرد. می آموزاند که نفس و ایگای خود را باید تسلیم کرد، چیزهای مهمتر هستند و با هر یک او عذاب، با هر یک او مشکلی شماره این پرنده ها کمتر و کمتر می شود. اما آنها درد می کنند که مهمترین چیز، مهمترین خصلت چیست، مهمترین چیزی که در قلب می زند آن چیست، عالیترین خصلت انسانی در چیست، یا در پرندگی در چیست. و تنها 30 نفری آنها می توانند نهایت به منزل رسند تا که سیمرغ را ببینند. تردد دارند، ماندند، گرسنند، سیمرغ را گفته ایستادند اما نمی یابند. و همان لحظه در تصورات من گویا یک آینه می بینند و در همان آینه عکس خود را می بینند. در اصل سیمرغ خود آنها یعنی سی مرغ، سی پرنده، پرنده و مرغ هم معنادارند. خود آنها سیمرغ شدند. عطار
با این قصه بسیار گفتنی ها دارد، اما اگر یکی را گیریم دوستان، آن امتحان ها، آن دشواری ها ما را بهتر میکنند، مشکلی ها ما را تربیه میکنند، نمونه بهتری هر یکی ما میکنند، بهترین عثمان، بهترین اکبر، بهترین فرزانه، بهترین گلچهره، بهترین هر یکی ما و شما تنها در نتیجه گذشتن امتحان ها و دشواری های معین روی آب میبراید. برای این چیز محنت کردن لازم. پس چرا کدام خصلت عالی را مشکلی ها در ما و شما تربیه میکنند دوستان؟ یا از ربیعه بصری یاد آور کنیم. ربیعه بصری یکی از روحانیان مهمترین عصر هشت، یک زنی که از مشقت های زیاد گذشته است، چنین دعایی دارد: خدایا، اگر من تو را از ترسه دوزخ پرستش نمایم، مرا با دوزخ روان. خدایا، اگر من تو را تنها با امید بهشت پرستش نمایم، مرا از بهشت محروم ساز. و خدایا، اگر من تو را تنها برای خودت پرستش نمایم، زیبایی ابدی خود را از من دریغ مدار. برای ربیعه بصری عالی ترین خصلت انسانی در قله بلندترین رشد شخصی این مهر است، عشق به پروردگار است و تجلی آن مهر به تمام آن چیزی که خداوند آفریده است. مهر به انسانیت، مهر به همدیگر، مهر به وطن خود. خداوند مهربان است، مهربانی را دوست می‌دارد. هر یکی که در این دنیا مهربان است، خداوند به او در اون دنیا مهربان است. مهر چیست؟ مهر در چهره تیزمکان تبسم دیدن می‌خواهد. مهر در قلبای آدمان مزاجان شادی دیدن می‌خواهد. مهر مشکلی ها را آسان کردن می‌خواهد. دردها را درمان بودن می‌خواهد. مهر وقتی که خود تشنه استی، آب را به یک نفری از خود تشنه‌تر دادن می‌خواهد. مهر در پس دیوال‌ها پنهان شدن نبود، دیوال‌ها را شکستن و بین همدیگر کبرک‌ها ساختن می‌خواهد. دوستان، ما و شما وطن عزیزم، زیبا، باز هم زیباتر، باز هم بهتر، عالی‌تر دیدن می‌خواهیم. نه از برای هوا بلندی، نه از برای نفس، از برای مهر. دوستان، هر یکی شما قهرمانی ها میکنید، از انتظاری ها زیادتر محنت میکنید و حرکت میکنید، بی‌طرف نیستید نسبت به دیگر، نسبت به مزاجانمان. شما دوستان با هر یک غلطیدن باز در آن حکمت میجوید، از مشکل ها و رو افتادگی باز میخیزید و اصرار میکنید. شما نمونه بهترین خود میشوید هر روز. شما دوستان میآموزید و میآموزانید و شما دوستان جسارت دارید که آرزو کنید که روز ما و شما میتوانیم در بلندترین سطح، در بلندترین سطح کمالات انسانی باشیم. برای و نه تنها کشوری خود، بلکه تمام جهان سم گذاشته توانیم. دوستان، شما به مرکب ترین مسئله ها میدان میخوانیم. از برای چی؟ از برای مهر. ما شما الف را با مهر از برای مهر.